رو از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشه، یه هم ممکن است. نوسانات در بازار ارز افغانستان امروز کاملا بی سابقه بود. یک دلار آمریکایی به 100 افغانی و یک پوند انگلیس به 127 افغانی مبادله شد. بانک مرکزی نیز بلافاصله اعلام کرد که دومین بسته کمک‌های بشردوستانه پولی به افغانستان بعد از ظهر امروز وارد کابل شد. آن طرف مسئولان حکومتی نیز میگویند در تلاش برای کنترل بازار ارز هستند و هیچ پول به خارج از کشور قاچاق نمی شود. نوسانات در بازار ارز ما تأثیر مستقیم روی بازار اقتصادی کشور گذاشته. به طور نمونه یک بشکه روغن در بازار امروز بالغ بر 2800 افغانی مبادله شد، رقمی که توان خرید آن از سوی شهروندان رفته رفته ناممکن می شود. با این حال افغانستان دوچار یک بحران شدید اقتصادی است، وضعیتی که با باور اقتصاددانان اگر کنترل نشود فاجعه انسانی در افغانستان به وقوع خواهد پیوست. در این برنامه از شما میپرسیم اقتصاد افغانستان در چه شرایطی قرار دارد؟ برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چه باید کرد؟ وظیفه حکومت برای مدیریت این وضعیت چیست؟ و توزیع کمک‌های بشردوستانه تاکنون چگونه صورت گرفته است؟ سلام، خوش آمدید. اینجا با مردم است و من هم علی رضایی یک ساعت دیگر در خدمت شما. موضوع برنامه امشب ما در ارتباط با بحران اقتصادی کشور است که این روزها شدت پیدا کرده و نگرانی‌های زیادی را هم در میان شما مردم ایجاد کرده است و در کل در سطح کشور. پرسش این هفته است و برنامه امشب ما هم این دو پرسش است که روی مانیتور می‌بینید. برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چه باید کرد و وظیفه حکومت برای مدیریت این وضعیت چیست؟ پل ارتباطی برنامه با مردم با شما اینجا، شماره تماس ماست 020-25-11-566. پل ارتباطی برنامه با شما، شما میتونین از همکنون در برنامه خودتان تماس بگیرین و روی این موضوع و پرسشی که در برنامه مطرح شده پاسخ بدین. برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چه باید بکنیم و اینکه وظیفه حکومت برای مدیریت این وضعیت چیست؟ یک بار دیگر شماره تماس برنامه را خدمت شما عرض می‌کنم 020-25-11-566. پل ارتباطی برنامه با شماست. ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم که لطفاً وقتی تماس بگیرین یک جای خوب براتون انتخاب بکنین که هیچ اخلالی در برنامه وارد نشه. از طرف همینجا صفحات مجازی ما فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر و جیمیل پل‌های ارتباطی این برنامه با شماست که از این طریق هم میتونین در برنامه خودتان وصل شوین، با ما کامنت بگذارین. همون قسمی که آقای حفیظ الله رضوانی، آقای احمد رامش دانش، آقای خانم معصومه علوی و حمید در برنامه کامنت گذاشتن، قطعا این کامنت ها در برنامه به خانش گرفته میشه. از شما هم میخواییم که همچنان در برنامه خودتان کامنت بگذارین، تماس بگیرین، تماس های شما پاسخ داده میشه و کامنت های شما هم به خانش گرفته خواهد شد. در ابتدای برنامه قرار داریم، قبل از این همیشه در پایان برنامه وقت کافی نداریم که این موضوع رو خدمت شما عرض بکنیم که برنامه با مردم برنامه شماست و شما میتونین که از طریق صفحه فیسبوک با مردم با ما موضوعات مورد نظرتون رو با ما شریک بسازین و قطعا ما در این موارد و موضوعاتی که شما با ما شریک میسازین روی صحبت خواهیم کرد. همون قسمی که برنامه امشب از موضوعات شما هست. یک بار دیگر شماره تماس برنامه 020-25-11-566، شماره تماسی که آقای فرید از کابل گرفته و روی خط است. آقای فرید سلام بر شما. سلام بر شما برادر، خوب هستین؟ بخیر، سلامت باشین. خوشحال شدیم که به عنوان نخستین تماس شما را با خود داریم. جناب آقای فرید بفرمایین برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چه باید بکنیم؟ همین بانک ها حسابش معلوم نشد یا بر مردم چیز ارائه نکردن، حالی پیسه کار داشته باشی، یک مریض کار داشته باشی، طبقه این کشور ما به این رقم ما رو بازی بتن، به این پیسه ما هم از پول ما هم از یک منطقه هم بشه.
متاسفانه مشکل همچنان پابرجاست، مشکل بانکی افغانستان حل نشده. جناب آقای فرید، یعنی نظر شما این است که خدمات درست و ارائه خدمات درست از سوی بانک ها میتونه مشکل اقتصادی در کشور تا حدود حل بکنه؟ لالای قنمان قلعه فتلا بانک قلعه فتلا زیزرونه اون فکر کنم امروز پیسه میم کبرم کارت ما بنو بعد بانم میگه تا روزی یک شنبه را ما کارتا رو جمع کردیم. هیچ قایده و قانون نیست، یعنی یک مریض داشته باشه، یک دیر من مریض دارم، من یعنی پیسه ضرورت دارم، من قایده رو هم پس شما همچنان منتقد سرسخت سیستم بانکداری در کشور هستین آقای فرید؟ بله دیگه، خیلی چیز واضحی دیگه، خب کل ما شما میخواییم ادامه این وضعیت و توجه نکردن به مشکلات مردم و حل این مشکل، چه مشکلات جدیدی را برای مردم به نظر شما خلق خواهد کرد؟ فکر کن اگر که اقتصاد عقد پیسید باشه گرفته نتون یا اولادت گشنه بانه، مجبور میشی یک کار را کنی دیگه. یا مریض داشتم دارم ایران بانیم پیسه تر رقم بکشم اون پیسه خود درست پیسه هم با اکانت خود دارم. جناب آقای فرید کوتاه اگر بفرمایین، پیام کوتاه شما در ارتباط با حل بحران اقتصادی و توجه کردن به حل مشکلات در سیستم بانکداری چیست؟ یک پیام کوتاه به حکومت. حالا خونم امریکا میگه پیسه رو بند کردن، یا شاید که در افغانستان بانک پیسه باشه، تو نیست که حقوق مردم ها نتا اول زن بانک ها خودش بار اعتبار بود بر مردم نی؟ حالی تو دیخی به اعتباریست میری یک منت دوام میکنن. خیلی تشکر جناب آقای فرید از کابل. آقای فرید پولش به بانک بند مانده، متاسفانه نمیتونه پولش برداشت بکنه و در پایام کوتاهی که به سران حکومت دارم این است که باید پول و سرمایه افغانستان از سوی بانک جهانی و ایالات متحده رها شود و از طرف حتی اگر رها نمیشن بانک مرکزی افغانستان قادر به پرداخت پولهای مردم هست و باید پولهای مردم را رها بکنم. همچنان پس از 3 ماه و 20 و چند روز از روی کار آمدن حکومت جدید در کشور، نگرانی ها و انتقادات گسترده از وضعیت اقتصادی در کشور همچنان پابرجاست. خب تماس میگیریم، آقای غلامی روی خط است، میخواییم صحبت بکنیم و صحبت های ما را ادامه خواهیم داد، اما نخست تماس آقای غلامی. سلام بر شما. شب شما بخیر. جناب آقای غلامی، صدای تلویزیونتان اگر بلند است پخش بکنین، ولی یک ذره بلندتر صحبت بکنین. بفرمایین که وضعیت اقتصادی کشور چگونه است، شما چگونه میبینین؟ ما صدای آقای غلامی را درست نداریم همکاران. خب مجبور هستیم که تماس آقای غلامی را به دستور اتاق فرمان قطع بکنیم. لطفاً دوستان زمانی که تماس میگیرین یک جای خوبه براتون انتخاب بکنین و از تلویزیون هم تا حد امکان فاصله بگیرین که فاصله ما و شما در برنامه زیاد نباشه و نتونیم که اینطوری خوب صحبت بکنیم. متاسفانه خدمت شما عرض می کردم که 3 ماه و 20 و چند روز از روی کار آمدن حکومت جدید در کشور گذشته، هنوز مشکلات اقتصادی در کشور حل نشده، مسئله ای که نگرانی جدی مردم را در پی داشته. از آقای صالح که روی خط است از کابل می پرسیم وضعیت چگونه است، وضعیت اقتصادی در کشور. آقای صالح، اولین خسر تا سر حکومت نمیتونه امی کار پیش ببره، یک. دوم، صنعت افغانستان را در صفر ضرب کرده. تا که صنعت با پای استاد نکنه، صنعتکاران جلب نکنه، تا او وقت امی افغانستان هم تو به صفر رفته میره. مشکل بانک نیست، مشکل چیزی نیست، هیچ امی بانک را که با نمیکنه هیچ مشکل نداره، ولی مشکل اقتصادی است. تا که اقتصاد با پای استاد نکنه هیچ حکومت پیش رفته نمیتونه. با چی میکانیزمی میتونیم ما اقتصاد به پای استاد بکنیم آقای صالح؟ یعنی آل کل اقتصاد، کل امی صنعت افغانستان بند است. خب رای حل چیست؟ یعنی فابریکه ها هست، کارخانه های افغانستان است که در او هم مزدوری کده میتونه، هم صنعت پیش رفته میتونه، هم تولید، هم همه کارها را پیش برده میتونه.
یعنی اولویت حکومت باید فعالسازی فابریکات و کارخانه های بزرگ اقتصادی باشه. آفرین آفرین، صد پی صد. چقدر حکومت در 3 ماه و 20 چند روز از عمر این حکومت که گذشته موفق بوده برای حل مشکلات اقتصادی در کشور؟ در 3 ماه و 7 روز پیشتر که یا امنیت تامین کرده از کلی قدر پیشتر، یا و دوام آلگام اقتصاد برداره. در اول قدم امنیت بود، آلگام صنعت و امنیت باید برداره اقتصاد که اقتصاد با پای استاد کنه. تا که اقتصاد با پای استاد نکنه، اون که استاد نشه سر پای، بخاطر همین استاد نشه که کارخانه فعال شوه، تولیدات افغانستان فعال شوه، و همین استاد میشه که افغانستان اقتصادشان درست طرف درست بره. شما چقدر از این حکومت و برنامه هایی که برای شگوفایی وضعیت اقتصادی داشته باشد اگر حمایت میکنین؟ حمایت 100% ما است، ولی یا به طرف اقتصاد نمیره، نه به طرف اقتصاد روانده است، نه طرف اقتصاد یا سوچ و فکر داره، باید طرف اقتصاد سوچ و فکر بکنه. بله، بسیار تشکر جناب آقای صالح از کابل. آقای صالح، نظرش این است که باید حکومت برنامه‌های مشخص، برنامه‌های منظم برای بهبود وضعیت اقتصادی روی دست داشته باشه و هر چه زودتر هم این برنامه‌ها روی کاغذ، نه در میدان عمل پیاده شه، چیزی که آقای صالح به او اشاره می‌کنه. ولی هنوز هم انتقادات زیادی وجود دارد مبنی بر این که حکومت تا هنوز موفق نبوده در پیاده کردن برنامه های اقتصادیش. خب، احمدی روی خط است از کابل. جناب آقای احمدی، سلام بر شما. سلام بر شما، شب شما بخیر، خوب است انشالله؟ سلامت باشین. جناب آقای احمدی، بفرمایین که وضعیت اقتصادی در کشور چگونه است؟ بچه پدرت، یک مسئله است که خودتانم میبینین که می روز تر روز همی روزگار مردم ضعیف شده رفت. بله. کار بار نیست، آرده ببینی قیمت چقدر است، روغنه ببینی. به نظر شخصی من درست است، حال کشورهای است تحریم است، اقتصادش است، اما روابط که با دنیا خوب نباشد، اعتبار بین المللی که ما شما نداشته باشیم، درست است؟ خب فکر کنم سیستم بانکی ما خراب باشه، همین صنعتکارا کل کارخانجات به اصلاح واز باشه، آردم تولید کنه، کل چیز تولید کنه، همین موادای ایجری که از خارج از یک جایی که میاره ایری چی تو مکنه، همین صنعتکار ما هم هست، والا تجارا هم هست، والا کارخانه هم هست، همون پیسه های از همون بچارا به خدا در بانک ها بسته هست، اما یه دل نمیتونم، ایش دل نمیتونم که بایستا همون مواد خواه هم خدا چی رقم وارد کنه و چی رقم مثل یک گفته اگران شرایط خود دیدیه. پس نظر شما جناب آقای احمدی این است که در گام نخست و اولویت حکومت باید تعامل با جهان باشه؟ خیر، ببینید تعامل با جهان نداشته باشه، یک اعتبار بین المللی نداشته باشه، اما وقتا ما و شما در زمان غنی و آقای کرده هم دیده بودیم، هر جن اگر فساد بود، اگر بیکاری بود، اگر بدبختی بود، یک روابط با دنیا داشتیم. درست. مردم میشناخت که نمیدی یک حکومت است، یک نفر در راست است. دوم دیگه، هیچ وقت تو نمیتونی که به اصلاح با منم بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه بله خود در چهار طرف جمع کن، یک چلای تشکیل بیتی، یک جزدام تشکیل بیتی، با ما به این سیستم پیش میرم، کلگی ما را قبول داره. ای که پاش دنمت تا یک حکومتی همه شمول نمیده جور نشم، به اصلاح تا یک روابط خوب با دنیا نداشته باشیم، تا یک اعتبار به این مللی نست، به نظر شخصی ما دارد فکر نکنم که از این بطر خواهد شد، خوبتر نخواهد شد. چقدر نگران هستین از وقوع بحران انسانی در کشور، آنچه که جهان نگران است؟ بچه پدر، یک چیز بگم که یک کسی که متخصص میشه، درس میخونه، یک مقام والایی رو میگیره، او حتما از ما بی‌سوادتر خوبتر میفهمه. یعنی دستوری که افغانستان است یا فکر یک کشور اروپایی است، او میفهمن، دنیا میفهمن که وضعیت افغانستان بدتر شده میره. پس ما من دمو نظر رو نظم ناد، یعنی فکر کنید 3 ماه پیش در چیال بودیم، 2 ماه پیش در چیال بودیم، وضعیت بدتر شد. خود تمیال پیشتر گفتی که $1 در 120 افغانی تبادله شد. صدق. یک هفته بعد که چی میشه؟ شاید من به نظر من همی از این در 150 و 170 دوسر هم شاید تبادله شد. خب این همی بدبختی است، همی گفت
که تا تعامل نداشته باشیم، به اصلا تا که اعتبار بین المللی کسب نکنیم، به اصلا تا گذشت نداشته باشیم، یک حکومت همه شمول نداشته باشیم، سرخ و سفید در بین نباشه، فهمیدیم؟ یعنی میگه پاس ها نباشه، فکر نکنم که این دولت اگر پیش بره، درست است، مقامات است، تحت رهبری وزارت است، ریاست الوزراء است، هر چی که است، اونا برای خود هستن، برای جیب شخصی منافع خود هستن. او یک چیزی میگه، میگه چیزی که من گفتم باید همه کل مردم افغانستان نمیتی یک کار کنه دیگه، ایت نمیشه. هر شخص، هر به اصلاح زن، هر مرد، هر تحصیل کده، هر به اصلاح ملا، هر به اصلاح ماستر، دکتور، به اصلاح لسانس، چیار کس اینا نظرهای مختلف دارن، اینا آدم های فامیده هستن، اینا درس ها رو خوندن، اینا تجربه دارن، ای که نظریه جمع نشه که نشه نمیشه. بله بسیار تشکر جناب آقای احمدی از کابل روی خط بود، صحبت های آقای احمدی رو با هم شنیدیم، ولی من نگفتم که یک دلار 120 افغانی مبادله شده. آقای احمدی به نقل از من 120 افغانی میگه، ولی یک دلار در بازار امروز ارز افغانستان 100 افغانی و یک پوند انگلیس 127 افغانی مبادله شده، رقمی که بسیار بالاست و بی سابقه بوده در حداقل در 20 سال اخیر افغانستان چنین نوسانا در بازار ارز افغانستان، که این نگرانی جدی در میان شهروندان کشور هم خلق کرده. صحبت‌های آقای احمدی رو با هم شنیدیم، این که در ابتدا باید این حکومت با جهان تعامل داشته باشه و مشکلات از این طریق حل شود. خب تماس داریم از کابل هست ظاهراً جناب آقای غلام محمد، سلام بر شما. سلام علیکم سید، شاید شما خوب؟ سلام بر شما، سلامت باشین جناب آقای غلام محمد. صدای ما را دارین؟ بله بله، در خدمت شما هستم، بفرمایین. سلامت باشین، سلامت باشین. ما روی همی برنامه تان چیز معلومات بخواستیم. خب، موضوع برنامه امشب بحران اقتصادی در کشور است. ما چگونه می توانیم که برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چه کارهایی انجام بدیم که وضعیت تا حدود بهبود پیدا بکنه؟ بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم جناب آقای غلام محمد. سلامت باشین، سلامت باشین. جناب آقای غلام محمد، بله اگر بله. صدای ما دارین بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. بله بله بله، سلام علیکم، شما خوب است؟ بخیر هستین. خب تماس آقای غلام محمد قطع میکنیم. فکر میکنم که آقای غلام محمد با اطرافیانش در صحبت بود و توجه به برنامه نداشت. برنامه با مردم این گونه است که موضوعات شما در برنامه انتخاب میشه و ما روی اون موضوع صحبت میکنیم تا این برنامه پل باشه بین مردم و حکومت و پل باشه که این برنامه صدای شما را به مقامات بلندپایه حکومتی، به حکومت افغانستان و بالاتر از او انعکاس بده و برسانه. خب از کابل دوباره تماس داریم، جناب آقای مصطفی روی خط است. آقای مصطفی سلام بر شما. جناب آقای مصطفی سلام بر شما، لطفاً صدای تلویزیونتون رو پخش بکنین و بفرمایین که برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور چی باید کرد؟ حالا وضعیت اقتصادی ما، وضعیت اقتصادی روز به روز خراب میشه دیگه. بهای دلار در مقابل افغانی بسیار بالا شده. امروز یک دلار ما 105 افغانی تبادله میشد. در بازار سیا البته. هر از بازار صرافی یک دلار آمریکایی 105 افغانی میشد که یک خب. تماس آقای مصطفی قطع شد. آقای مصطفی میگه یک دلار در بازار امروز 105 افغانی مبادله شد، ولی شاید این رقم رقمی باشه که در بازار سیاه، یعنی بازار غیرقانونی مبادله میشه. در بازار ارز افغانستان که مرکزش و نبض بازار اقتصادی سرای شاهزاده کابل است، 100 افغانی امروز مبادله شد. همین 100 افغانی هم رقمی کمی نیست، رقم بسیار بلندی است. تفاوتش حدود 21 تا 23 افغانی است نسبت به 5 ماه پیش که رقم بالایی است تفاوت آمده. خب جناب آقای سید یوسف، خب قطع شد تماس آقای سید یوسف در برنامه قطع شد. از شما دوستان می‌خوایم که وقتی تماس می‌گیرین یک جای خوب براتون انتخاب بکنین که شبیه تماس آقای سید یوسف و دوستی که قبلا تماس گرفته بود قطع نشه. و خوب است که چند تا از کامنت های شما دوستانم به خانش بگیریم ببینیم که خب فکر کنم تماس داریم. خب پس یک تماس میگیریم. حفیظ الله، جناب آقای حفیظ الله روی خط است از کابل، سلام بر شما.
سلام احترامات با خودت برادر عزیز و تمام شنونده های امیر از خدای بنده را میشنوان. سلام علیکم. سلام بر شما جناب آقای حفیظ الله، بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. برادر عزیز، برادرای ما با صحبت کردن و شنیدیم که از نگاهی که اقتصاد افغانستان بسیار به پایان رسیده و بسیار مشکلات مردم افغانستان روز به روز زیادتر میشه، بیایی که ما از دولت امارات افغانستان که فعلا به افغانستان ما حاکمیت داره و دولت داریشان به تمام افغانستان پخش شد و مردم هم دیدن که اینها طالبا هستند، ما یک از نگاه اقتصادی که در افغانستان که روز بروز قیمتی ها و روز بروز مردم اقتصادش ضعیف شده میره و روز بروز کار و بیکاری و با فخر بیکاری مردم قرار داره، آیا دولت افغانستان چی نتایج پیدا کنه که این از این برهان اقتصادی ما شما دورتر شویم و بالاخره با یک رای حل جور شده که ما به کار بار شویم؟ بله. دولت امارت اسلامی افغانستان باید کوشش کنم، برادرای ما اشاره کردن که باید با جهان بسازن، باید مملکتای خارجی را به رسمیت بشناسن و چون مملکتای خارج هم را به رسمیت نشناختن، از رسانه ها میشنویم، از مردم میشنویم، از تلویزیون ها میبینیم که به رسمیت هم شناخته نشد و تجارای ملی ما تجارت صادرات و وادرات هم ندارن و بالاخره افغانستان هم حیران مونده است بلاشه که چی کنه. باید کوشش کنه دولت امارت افغانستان که دیقانا را در تمام سرتاسرای ولایت افغانستان از نگاه تخم گندم، از نگاه ترکاری باغ، از نگاه کشتکار و زراعت باید بالا کنه که زراعت ما از خود ملک ما بالاتر شوند که انشاءالله ما به دیگه مملکت ها احتیاجات ما کمتر شوند. جناب آقای حفیظ الله، چقدر موفق بوده حکومت در 3 ماه و 22 روز؟ گفتم نفهمیدیم استاد. چقدر حکومت موفق بوده برای مدیریت این وضعیت در 3 ماه و 22 روز که روی کار آمده؟ امروز برادر عزیز که ما مشاهده حال هستیم و می‌بینیم و فعلا دولت هم که ما مشاهده می‌کنیم در جستجوی کارها فعلا نیست و مردم افغانستان هم فعلا در قصهش نیست که افغانستان باید چی شود چی نشود. فعلا دولت داری خود امارت اسلامی افغانستان انیال فعلا با بیکاری و قرار را که تالا معاشات مردم خود اردوی خود تا حالا معاش نداده، آیا مردمی که در دولت هستن و از دوران اشرف غنی تا حالا مامورین و بالاپانش تا ایره تالا معاش نداده، این بسیار اگه امکانات عمده می باشه با دولت امارت اسلامی افغانستان. بسیار تشکر جناب آقای حفیظ الله از کابل. صحبت های آقای حفیظ الله را هم شنیدیم که شبیه دوست قبلی من نظرشان این هستن که باید این حکومت تعامل داشته باشه با جهان و این حکومت تا زمانی که از سوی جامعه جهانی و سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشه و همچنان مشکلات اقتصادی و بحران های اقتصادی در افغانستان پابرجاست و بعید به نظر میرسه که بدون تعامل با جهان، بدون تعامل داشتن با جهان این مشکلات حل شود. آنچه که آقای حفیظ الله و آنچه که پیش از آقای حفیظ الله آقای احمدی به او اشاره کردن خوب است. یک تعداد از کامنت ها هم در برنامه به خوانش گرفته شد و آقای حفیظ الله رضوانی در برنامه نوشتن که برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دولت اقدامات ذیل را هرچه سریع باید انجام دهد. یک، تشکیل حکومت فراگیر از دید جهان، چون در نتیجه آن کشورهای جهان حکومت را به رسمیت شناخته و این گونه چرخه اقتصادی افغانستان به حرکت می آید. دو، اجازه دادن خانم ها به فراگیری علوم و اجرای کار تحت شرایط قوانین اسلامی که در نتیجه آن اعتبار دولت بالا رفته، سرمایه گذاران شروع به فعالیت می کنند. سه، توزیع معاشات مامورین که در نتیجه آن زنجیره اقتصادی به وجود آمده، کاروبار بین هموطنان ازدیاد می‌یابد. خب این 3 مورد از پیشنهاد آقای رضوانی بود که به سران حکومت پیشنهاد کردن باید حکومت هرچه سریع یک کابینه و یک حکومت فراگیر تشکیل بدن، باید به خانم‌ها اجازه فعالیت و اجازه حضور و مشارکت سیاسی به خانم ها داده شد و از طرف هم باید معاشات مامورین دولتی پرداخته شود تا اینکه یک مقداری از مشکلاتی که فعلا ما دامنگیرش هستیم حل شود.
احمد رامش دانش هم نوشته گفته در این مورد میخواهم نکات زیل را یادآور شوم. یک، ایجاد یک حکومت همه قومی اسلامی بدون تبعیض و تعصب، آنچه که آقای رضوانی در بالای اشاره کرد. دو، مشروعیت بخشیدن نظام به وسیله نظام اقتصادی و سیاسی اسلامی و ریشه‌کن ساختن سود در بانک ها. سه، روی کار آوردن متخصصین فنی آگاه امور اقتصادی با انصاف دیدن همه اقشار، هم اقشار بالا و هم پایین، از لحاظ پرداخت معاش، زکات و برنامه‌های انکشافی و خیریه. پنج، بالا بردن آمار تولیدات و صادرات کشور نسبت به واردات کشور به وسیله منابع درآمدزا. و در اخیر هم گفته در نتیجه درد یک بینوا و فقیر را در تن و پوست و گوشت خیش احساس کردن و رحم کردن بر حال ناتوان آنها. خب این شش نمونه از صحبت ها و کامنت آقای دانش بود که اشاره کرد این نکات باید مد نظر گرفته شد از سوی سران حکومت و باورش هم بری است که رعایت کردن این نکات میتونه تأثیر گذار باشه. خانم معصوم علوی هم نوشته گفته یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی توجه جدی به تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی است، چرا که سرمایه ملی به حساب می آید و از فقر و گرسنگی جلوگیری می شود. کشورهای اروپایی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن پیشرفتشان را مدیون تعلیم و تربیت می دانند. تمام. خانم علوی اشاره جدی داشتن به بحث تعلیم و تربیت، شاید اشاره‌ای داشته باشه به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها که فعلا تقریبا میشه گفت بسته هست و باید ببینیم که در سال 1401 در شروع این سال که حدود 4-5 ماه مانده ببینیم که برنامه حکومت در این مورد و چیزی که خانم علوی با او اشاره کرده چی بوده میتونه و چی هست. جناب آقای حمید هم نوشته گفته صدای ملت باشد، به سخنان ملت مظلوم افغانستان گوش دهد و وعده های بی اساس به مردم ندهد. این کامنت آقای حمید بود که به حکومت توصیه کرده که باید به مردم گوش بده، به سخنان مردم گوش بده و آنچه که مردم میخواید او قضیه را دنبال بکنه، تایی که تا حدود این مشکلاتی که دامنگیر مردم و از طرف هم حکومت افغانستان است حل شود. این مجمع از کامنت های نخست بود که به خانش گرفته شد. در برنامه امشب هم کامنت های زیاد است که به خانش گرفته خواهد شد، ولی حالا دوباره نوبت به تماس ها میرسه. شما میتونین که به شماره تماس 020-25-11-566 تماس بگیرین. پل ارتباطی شما در برنامه است. انتقادات هم خب تماس میگیریم. از کابل جناب آقای محمد رضا روی خط است. برمیگردیم به صحبت های من. جناب آقای محمد رضا سلام بر شما. سلام بر شما، بر برنامه‌تان، بر مردم. سلام بر شما هم جناب آقای محمد رضا. بفرمایین وضعیت اقتصادی در کشور را چگونه می‌بینین؟ برای بهبود این وضعیت باید چه کار بکنه؟ برای بهبود کشور، برای مملکت ما، یک بدر پیسه ما سوادش که سلام شده، بدر از تمام نگاه بدر سلمتی دوج خود رسیده. کل مردم باید دولت افغانستان یک کاری کنه که بدر اقتصاد را دست خود بگیره. بله. غیر از اون نمیشه که بدر را دست چاپ و تجار ملی بدر دوز و چیز است. نمیست بدر دولار هم نمی آلت بالا شد، خود هم جا بالا میبره. کل چیز را دیست نمیدی ها. اگر بگیر خود دولت طالبا اقتصاد را بگیره، بازار جرم است. بدر من شخص. یعنی بازار در حال حاضر در کنترل دولت نیست، بازار را خارجی ها کنترل میکنند. دلار هم که بالا میره در دست مافیا است. اگر سایز یک دلار 5 رو پا بالا میره، نرخ 10 رو پا رفت بالا. در این وضعیت که نمیشه که چون شده که ملت باز را بیشنه که بدر جور میشه. درست. شما به عنوان یک شهروند کشور جناب آقای محمد رضا، آیا توان و خریداری مواد غذایی در این شرایط با توجه به گرانی مواد خوراکی و بلند رفتن نرخ دلار در خود میبینین؟ دست خود نه. بازم خدا بزرگ است. این نیست که شعار سلسی نیست در دنیا. درست. بازم اگر خود دولت اقتصاد در جنس بگیره بازار جرم است. حالی که دولت ما فعلا دولت جدید آمده در این سه ما
از این خاطر قیمت ها رفته بالا، باید دولت خودی دولت اقدام کنه، کنترل را دست بگیره تا بازار نرمال شود. بازار افغانستان نسبت به یک سال پیش چقدر تغییر کرد آقای محمد رضا؟ تقریبا 45% نرخ نوار 45% بالا رفت. و از طرف هم گراف کار در کشور نسبت به یک سال پیش چگونه بوده؟ 90% کار کم شده. و این کمرشکن است؟ کمرشکن است. منطقه باید دولت اقتصاد را دادیش بگیره. درست. پیام دولت کوتا. دادیش نگیره خوب یه نیمی روز به روز از این کلم بس کده میره. یک وقتی شده که شاید مردم هم این نانو کشتم بسرک دادیش یک نفر اگه ببینه شاید امور چور کرده ببره خانه خود. بسیار تشکر جناب آقای محمد رضا از کابل. پیام آقای محمد رضا این است که باید بازار در کنترل دولت باشه و فعلا بازار اقتصادی کشور نه در کنترل دولت که در کنترل مافیا است. و همین بحث است که نه تنها امروز، از سالهای پیش و ماهای پیش همواره مطرح بوده که بازار افغانستان هیچگاهی در کنترل حکومت نبوده و این مافیا بوده که بازار افغانستان کنترل میکرده. و از طرف هم در صحبتهای آخر آقای محمد رضا هم بود که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود شاید روز رسید که یک نان خشک هم از سطح شهر به سرقت خواهد رفت. این نگرانی جدی شهروندان است، چیزی که آقای محمد رضا بخش کوچکی این نگرانی ها را مطرح کردن. از طرف هم در روزهای اخیر و در هفته های اخیر بحث کمک های بشر دوستانه کشورها و سازمان های بزرگ بین المللی به افغانستان هم آغاز شده. در هفته های اخیر هم در کابل و هم در ولایات مختلف کمک های بشری، پول نقد و مواد غذایی توزیع شده که این هم واکنش برانگیز بوده و گفته عادلانه صورت نمیگیره. خب از آقای عبدالقادر از کابل روی خط است. آقای عبدالقادر سلام بر شما. سلام بر شما، سلام بر شما و بیننده های شما. من سایه خیرخونه گپ میزنم. مشکلات مردم افغانستان از شما بهتر میفهمه که مردم افغانستان مشکلات بسیار از دهه بسیار قدیم داشتن مردم افغانستان. بله. مردم با شما حال تماس آقای عبدالقادر قطع شد. متاسفانه نتانستیم صحبت های آقای عبدالقادر رو با هم بشنویم که حرف به گفتن داشت، ولی مشکل تکنیکی و یایی که نخواستن صحبت بکنن گوشی قطع شد. در برنامه امشب هم کامنت ها زیاد است، خوب است که کامنت آقای سیرت هم به خانش بگیریم، ولی کامنت فوق العاده بلند و بالایی نوشتن که بخش کوچک و بخشی از این کامنت ها به خانش میگیریم به دلیلی که وقت برنامه محدود است. ولی قبل از خانش این پیام تماس آقای رامش از کابل در برنامه وصل شده. جناب آقای رامش سلام بر شما. علیکم سلام، خوب هستی برادر قدم صد؟ شما خوب است و خیر است انشالله. سلامت باشین جناب آقای رامش، بفرمایین که برای مدیریت و برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور ما چه باید بکنیم؟ برادر عزیز، میشه که طبقه مثلا هر کابل هر نایه میشه که همی وکیل صاحبای عزیز ما کمکار قسم چیز کنن که خانه به خانه باشه. توزیع کمک به نظر شما جناب آقای رامش میتونه یک گزینه دراز مدت باشه برای حل مسئله؟ بله صاحب. یک گزینه دراز مدت برای حل مسئله بوده میتونه، یعنی توزیع کمک. تماس آقای رامش قطع شد. آقای رامش نظرشون این هستن که توزیع کمک های بشر دوستانه میتونه در دراز مدت هم یک گزینه خوب باشه، ولی گزارش هایی که ما داریم در این اواخر و با شدت گرفتن بحران اقتصادی در کشور هیچگاه توزیع کمک های بشر دوستانه یک گزینه خوب و در دراز مدت نیست و نبوده، ولی آقای رامش اعتقاد داشت که میتونه یک گزینه خوب باشه حتی در دراز مدت.
پیشترم در همین مورد خدمت شما عرض میکردم که حتی در قسمت توزیع کمک‌های بشردوستانه هم انتقادات گسترده‌ای وجود داره. بعضی‌ها انتقاد دارن که این کمک‌ها عادلانه صورت نمی‌گیره. خب تماس داریم، جناب آقای مصلح از کابل روی خط است. آقای مصلح سلام بر شما. سلام علیکم برادر. سلام بر شما جناب آقای مصلح، بفرمایین که وضعیت اقتصادی در کشور چگونه هست و ما چگونه میتونیم که برای بهبود این وضعیت کار بکنیم؟ ببینید استاد محترم، یک سرزمین، یک مملکتی که 35 سال درست بیگانه ها باشه و بیگانه ها تریجه نقشه های خود داشته باشه، بله، و این بیگانه ها مخالف عقیده و ایمان مردم باشه، امروز این حکومت چرا قبول نمیکنن؟ حکومت اشرفانی که سر و پا فحاشی بود، چور بود، چپاول بود، بی‌عزتی، بی‌حساب، هزاران جنایت بود، ولی چرا او رو به رسمیت شناختن؟ این مردم خود نی خائن است، نی وطن فروش است، میبینه که از او چهار پول اینا جمع میکنن در ظرف 3 ماه 27 میلیارد دلار اینا افغانی جمع کردن و همو کسایی که اشرفانی ماش نبرده بودش ماش از ما رو هم قایل شدن که ما ماش میتیم. این دفتر محترم، این جهان جهان کفر است، این جهان اسلام نیست، مسلمان کسی قبول نداره. این می دولت های اسلامی هم که از بنام مسلمان است، قانونش کفر است ولی بنام مسلمان است، اسلامیت وجود نداره. این مردمی که امروز قبول ندارن به خاطر از اینکه در بیرقشان لا اله نشته است و لا اله را که از در جهان قبول نداره. این می جهان کفر امروز شیریان اقتصاد و شیریان سیاست در این شده شد. هر کسی که در جهان نام خود شور بده به نام الهی حرف زنه از طرف این مردم سرنگون میشه. اینا در جهان اسلام هیچ وقت نمیخواهند که قوت تشکیل شود. شما سرنوشت صدام حسینی دیدین که به کدام روز رسید؟ آقای مصلح، آقای مصلح، شما جنرال در پاکستان دیدین که به کدام سرنوشت رسید؟ آقای مصلح، شما نظرتان این است که از قرآن گپ میزدن؟ درست. مغربان بگم که این حکومت وقتی به رسمت شناخته میشه که نمی ملت از اعمال سابقه خود نادم شوه، پشتمو غدار، خائن، وطن فروش جمع نشد، پشت حکومت خودستاد شوند. ما نان خشک میخوریم، ما گشنه خواه میکنیم، ولی اینمی کمک هایی که در دنبالش عواقبش خطرناک باشه ما قبول نداریم. آقای مصلح، شما نظرتان این هستن که بگر دینمی حکومت جمع شوه؟ اجازه بدین استاد محترم بفرمایید. ملت افغانستان به دور اینمی قوت جمع شوه، اینمی حکومت میتونه افغانستان از یال بکشه. ما براتون میگم که فرد اینا نی دوز است نی بدن فروش، اینا که از کلش وابسته به اسلام است. حکومت اسلامی میخواین، حکومت قرآن میخواین، حکومت میخواین که در رو افغانستان به حساب آرام باشه، صاحب عزت باشه. ولی وقتی میشه که اینا ملت افغانستان در عقب اینا استاد شوه. اینمی بیاره که دینو مصاحبهش مشونیزم در وزارت خارجه کار میکنه، همین شیر محمد اسلامی زایی، همین خدارا را که پس دعوت میکنه، همین قاینا را، همین وطن فروشا را که پس دعوت میکنه، بگو خودت چی کار هستی؟ تو با اعضای نیمه امارت کرام صحبت کردی که به همین خدارا و قاینا را باز دیمول دعوت میکنی؟ تو از اصحاب خدا شرم یا نداری؟ یا تو همه جمله از ماستی؟ بنابراین ببرتان میگم که ملت افغانستان هیچ تشویش نکنه، رزق روزی ما شما به دربار خداوند است. آقای مصلح، شما لطفاً به ما اجازه بدید که یک سوال مطرح بکنم. ولی امروز این ملک به دست امریکا ندین. آقای مصلح، لطفاً برای ما فرصت بدین که ما سوال بعدی رو مطرح بکنیم. آقای مصلح، شما نظرتان این هستن که این حکومت هیچ غارت باشه امریکا این رو برسمت بشناسه؟ آقای مصلح، فرصت بدین لطفاً. شما نظرتان این هستن که غربی ها آنچه که شما یاد میکنین دشمن این حکومت است و مقصر اصلی وضعیت و بحران اقتصادی کشور هم غربی هاست آنچه که شما اشاره میکنین، از طرف هم تأکید دارین که این حکومت باید از سوی جهان به رسمیت شناخته شد و اگر این حکومت به رسمیت شناخته نشد و آنچه که شما میگین مقصر این وضعیت هم غربی ها باشه، راهکار جدی برای عبور از این بحران به نظر شما چیست؟ راهکار که از این عبور ما شما کنیم از این مشکلات برای فقط اتحاد ملت است. ملت دیگه خود نفروشن، به غربی ها خود نفروشن، به کمونستا خود نفروشن، به چوچه های غرب خود نفروشن، به حساب اینمی
عاقبت دین خدا را قائم بگیرند، به پشت نیمی اینمی اینمی امارت استاد شوند، و پشت نیمی حکومت که فعلا در افغانستان حاکم است و پشت نیمی استاد شوند. ان شاء الله ما از این مشکل نبرایم. اگر باز به پشت از مو چوچای امریکا استاد شدیم، به چشم به گرد مو چرای کمونیست استاد شدیم، به اطراف همو سیکولار جمع شدیم، این ملت 45 ساله دیگه باز در میگیره، باز دیگه جنگ شروع میشه. ما برتون میگم، باز هم برتون میگم که ملت افغانستان باید اتحاد کنه. درست امام آقای مصلح، وقت برنامه کم مانده. آقای مصلح، ما میخواییم یک سوال دیگر از شما کوتاه بپرسیم. آقای مصلح لطفا فرصت بدهیم. ما همه ملت ایران روزی میگیریم. آقای مصلح کوتاه بفرماییم که این حکومت توانایی و ظرفیت مدیریت بحران کنونی را داره یا خیر؟ ما بردار میگم که ما از این مشکلات وقتی میبراییم که ما افغان شویم، مسلمان شویم، سیاستمدار ما مسلمان باشه. شما ببینید همین چرایی که دمی 21 سال امروز برادر ملک چور کرد. اردوغان خائنانه در قبضه افغانستان به داخل داره. اردوغان امروز اونمو خائنانه را کنش جمع کرده برش دفتر داده. ما بردار میگم که اگر این خائنانه در این ملک به حساب موجودت داشته باشه، افغانستان از یاد نمیبره. بنان اتحاد ما و وحدت ما، اینمی مردمی که امروز در افغانستان آمده، امو کسی که میگه اینا با پاکستان ارتباط داره، با او ارتباط داره، با او ارتباط داره، خود از خائن است، خود از وطن فروش است. اینا به هیچ قدرتی بیرون ارتباط ندارن. بسیار تشکر جناب آقای مصلح از تماس شما در برنامه. آقای مصلح از کابل بود. صحبت های آقای مصلح هم با هم شنیدیم. این که باور آقای مصلح این است که آنچه که آقای مصلح به او اشاره میکنه، غربی ها دشمن این حکومت است و این حکومت بحرانی که هم با خود و همراه داره مقصرش غربی هاست، و از طرف هم اشاره داره که باید این حکومت به رسمیت شناخته شه و سوی جهان، و اکثر هم غربی ها که صحبت های آقای مصلح بود. خب دوباره تماس داریم. سید رحیم از کابل روی خط است. آقای رحیم سلام بر شما. سلام علیکم، برادر وقت شما خوش. جناب آقای سید رحیم، صحبت های آقای مصلح قطعا شنیدین پیشتر، چقدر با آقای مصلح هم نظر هستین؟ سخنان جناب آقای مصلح باشه سر جایش. ما اگر میخواهیم که از این بحران برایم. آقای سید رحیم لطفا صدای تلویزیونتون یک مقدار پخش بکنید. ما یه دو اخر کفر در قرآن شریف گفته که دوست مسلمان نمیشه. مسلمان وقتی که با کفر میخواه که دوست شد، باید دین خود از دست بده که باید دوستی کنه. ما یک وقت منتظر از آن نباشیم برادر عزیز. ما باید هستیم از این تجربه بگیریم، خود از این مصرف بکشیم. بله دقیقا. کس بر ما که کفر یک وقت با ما دوست نمیشه، مگر که گب از وارا قبول کنیم، از وارا اطاعت کنیم. این همی خودش یک تجربه بسیار عظیم از بر مسلمان ها، خصوصا مسلمان افغانستان. برادر عزیز، ما اگر از این مصرف بیرون نشویم، یک وقت ما نمیتانیم که علیه کفر استادگی کنیم، و نمیتانیم که گب از وارا قبول نکنیم. اگر ما مصرفی نباشیم، اگر ما کل چیز اقتصاد خود ما در دست خود ما باشه، کفر سر ما میتونه که به خود بقبول نه. بسیار تشکر جناب آقای سید رحیم از کابل. یک جان سپاس از تماس آقای سید رحیم از کابل. متاسفانه وقت برنامه کم مانده، کم کم به پایان برنامه میرسیم و مجبور هستیم که تماس آقای سید رحیم قطع بکنیم و برگردیم به کامنت ها. لطفا دوستا صفحه بعد کامنت آقای سیرت بسیار کامنت طولانی است، وقت برنامه اجازه نمیده که ما کامنت آقای سیرت به خانش بگیریم. لطفا دوستا صفحه بعد کامنت های
باقی دوستا به خانش گرفته شد، به دلیلی که کامنت آقای شاجهان سیرت کامنت طولانی است. آقای احمد جاوید نوشته گفته برای حل مشکل اقتصادی تنها راه حل حکومت همشمول است. تا حکومت همشمول نشود نه دنیا به این حکومت اعتماد میکند نه سرمایه‌داران داخلی. مهمتر از همه اعتماد سرمایه‌داران داخلی است. همین سرمایه‌داران داخلی است که میتواند در داخل کشور ایجاد اشتغال نموده پول را در بین مردم به گردش بیاورد. آن وقت است که مشکل مردم خود به خود حل میگردد. پول منجمد شده اگر آزاد هم شود کدام درد را دوا نمی کند، چون به دست قشر محروم جامعه نمی رسد. طاهر رسا هم سلام تقدیم کرده و گفته برای بهبود در اوضاع اقتصادی و تمامی اوضاع جدی در کشور اولا باید حکومت همشمول که از همه اقشار جامعه افراد نخبه مسلکی و متخصص سهیم باشد تشکیل دهد تا موجب رفع تمامی مشکلات از جمله فقر و بیچارگی شود. و در پاسخ به سوال دوم ما هم نوشته گفته وظیفه حکومت انعطاف و تعامل خوب با کشورهای جهان است. ما نباید در تقابل با کشورهای همسایه یا جهان باشیم. آقای عبدالله اکبری هم نوشته گفته در قدم نخست باید کوشش کنند که کارهایی را انجام بدهند که برای جامعه بین المللی و دیگر کشورها قابل قبول باشد و طالبان را به رسمیت بشناسند تا کمک های بشر دوستانه از طرف کشورهای خارجی به ما برسد. و در پاسخ به پرسش دوم خود طالبان باید در میان خود اختلاف نداشته باشند چون باعث بی‌نظمی زیاد در جامعه می باشد. آقای علی عدیل هم نوشته گفته متاسفانه فکر حاکمان افغانی برای بهبود کشور نبوده بلکه برای سیر کردن شکم خودشان هستند. حرف ها سود ندارد. دوستا صفحه بعد آقای نسیم ساحل احمدی سلام تقدیم کرده و گفته در شرایط دشوار کنونی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است تا مردم عزیز ما از افراد در مصرف خودداری نموده و کسانی که وضع بهتری دارند دست مستمندان را بگیرد. طالبان باید بدانند با نپذیرفتن خواستهای جامعه جهانی مردمشان را به تباهی میکشانند. جهان قرن 21 با این همه ارتباطات و وابستگی ها از دوران رسول اکرم تفاوت دارد. آقای ناهد، خانم ناهد سلطانی هم نوشته گفته جواب اول ایجاد شغل بهترین دونق اقتصادی است برای جوانان فعال. جواب دوم وظیفه حکومت این است که باید خدمات ارائه نماید و با کشورهای دیگر تعامل همه جانبه داشته باشد. رضا ابراهیمی هم نوشته در پاسخ به پرسش اول گفته باید ایجاد شغل نماید برای تمام از طبقه مردم به خصوص طبقه کارگر. و در قسمت به سوال دوم هم گفته در قدم نخست باید برابری همدیگر پذیری بین جامعه ایجاد نماید، امنیت مردم تأمین شود، خدمات ارائه نماید، کار را به اهل کار بسپارد، ظلم نباشد، همراه مردم رویه و رفتار نیکو داشته باشد مسئولان دولت. این مجموعه از کامنت های امشب در برنامه با مردم بود و تماس هایی هم که در برنامه داشتیم تا حدود هم کامنت ها و تماس ها با هم نزدیک بودن، فاصله آنچنان نداشتن. در تماس های امشب برنامه چند نکته مهم به او اشاره شد که تعامل با جهان، به رسمیت شناختن حکومت، آزادسازی پول های منجمد شده، وحدت بین مردم افغانستان و نکات دیگر اشاره شد که این مسائل میتونه گره گشا باشه و راهکار باشه که ما از این وضعیت عبور بکنیم و این وضعیت سخت را پشت سر بگذاریم. در کامنت هایی که امشب هم در برنامه ما به خانش گرفتیم، مهمترین نکته از کامنت ها ایجاد شغل برای کارگران و خصوص برای مردم بود که به او بسیار زیاد اشاره شد. خب در پایان برنامه رسیدیم. از اتاق فرمان میگه که کمتر از 30 ثانیه به پایان برنامه باقی مانده. از شما دوستان میخواییم که در برنامه خودتان به ما موضوع شریک بسازین. ما قطعا در برنامه های بعدی روی اون موضوع صحبت خواهیم کرد. و به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته ای بعد و یک برنامه دیگر، بدرود. آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشه، یه حمله باشه. موسیقی 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 موسیق